به شم هشم دوستان گرامی پارشای بخوکوتای هستیم یکی از پاراشایی هست که بسیار مشکل هست که آدم بتونه هضم کنه از خصف شانون قلالوتی که نوشته شده اتفاقاتی که برای ملت اسرائیل میفته اگر که سرپیچی کنن از گفتار قدشا بریخو و دوستان عزیز باید بدونیم که تمام این نفرین ها در زمان آلمان اتفاق افتاده در خرابی به تمیقداش اتفاق افتاده و اینها فقط یک حرف نیست بلکه سخنان الهی هست که هر کس باید به قلب بگیره و بدونه که اگر ما سرپیچی کنیم از دستورات حشم صبر میکنه صبر میکنه ولی خصف شالم اینا همش برای دشمنانمون باشه انشاءالله ولی باید حواسمون باشه که اگر سرپیچی کنیم از دستورات قدشا خود سرسری بگیریم میسوت هشم اگر فکر کنیم که میخوایم سوا کنیم من این میسوا رو انجام میدم ولی یه میسوا دیگر رو انجام نمیدم فکر میکنیم دل بخواهی هست حس و برای دشمنانمون این اتفاق میافته و خداوند داره میگه میگه من براتون یه سوری میارم یه سوریم های مختلف و پاسخ در این پاراشا میفرماد و ایم اد ایل لوتیش مولی اگر هر اتفاقی تو زندگیت میفته هنوز میگی آره این به خاطر اون بوده خب دنیا اینجوریه آره یه پوست موز رو زمین ریخته بود به خاطر این من افتادم سر خوردم اگر هر چیزی رو فکر میکنی میقره از اتفاقی هست به یا سفتی لیسرا اتخم اضافه میکنم که شما رو مجازات کنم هفت بار بر گناهانتون یعنی اگه دفعه اول زمین خوردی و نشستی گفتی من چرا زمین خوردم چرا این اتفاق برای من افتاد در راه درست هستی ولی اگر گفتی به خاطر اینه به خاطر اونه هشه میفهماد هفت برابر بر سرت میارم پس اون دوستان گرامی که مرتب همیشه تلفن میکنن و شکایت میکنن از زندگیشون و دنبال دوباره یه هیجی بیجی میگردن یه،, یه مقوبال یه چیزی بنویسه یه کاری انجام بده که اینها راحت بشن این راه زندگی نیست دوستان گرامی راه زندگی این هست که آدم بشینه و فکر کنه من در زندگیم چه گناهی کردم که این اتفاق برام میفته و بتونه پیدا کنه میتونه این یسونیم رو نجات پیدا کنه داستان خیلی جالبی هست که در حدود پنج سال پیش تا 50 سال پیش در همین شهر ما بروکلین اتفاق افتاده آقایی که میاد ازدواج میکنه سالهای سال در یه شیوا بوده مذهبی هست ازدواج میکنه خب هر کسی که مذهبی است و ازدواج میکنه میوه زندگی میخواد میخواد بچه هاش رو به دنیا بیاره بزرگشون کنه در راه خودشا خوب. متاسفانه این زوج ازدواج کردن سالها میگذره یک سال دو سال سه سال چهار سال همه رفقا همه هم ها ازدواج کردن هر سال دارن بچه دار میشن بچه ها دارن بزرگ میشن و اینها کم کم به ده سال میرسه و هنوز هر دکتری میرن هر جایی که میرن متاسفانه بچه دار نمیشن و هر پولی که خرج میکنن به جایی نمیرسه و واقعا ناراحت هستند دل شکسته هستند این خونه سوت و کوری که دارن و میبینن همه رفقا بچه رو مدرسه میبرن و براشون لباس میخرن چقدر برای این خانم و شوهرش سخت هست و سقیل هست که بخوان بدون بچه زندگی کنن تا اینکه یک روز دیگه به حد میرسه و این خانم بهش به شوهرش میگه که پاشو بریم پیش لباوی چراف بیا بریم بپرسیم ببینیم ما چه کار باید انجام بدیم ایشون میره وقت میگیره با خانومش میرن در اتاق هاراب لباویچ هاراب منخ مندل شنرسن و اون خانوم حتی قبل از که بخواد صحبت کنه شروع میکنه به گریه کردن و از هاراب لباویچ میخواد که بهشون یک اندرزی بده پندی بده نصیحتی کنه که راه چی هست چرا خداوند به ما بچه نمیده اگر ما چه گناهی کردیم اگر هر کاری کردیم حاضریم تشوا کنیم و برگردیم حاضریم هر پولی رو خرج کنیم که هشم به ما بچه ای بده حراب لباویچ به اینها نگاه کردن و گفتن که ببینید تنها چیزی که من میتونم به شما بگم این هست که یکی از شما به یک نفر در زندگی اذیت کرده دلخور کرده قلبش رو شکنده ناراحتش کرده و اون طرف ناراحت هست دلگیر هست و به خاطر این شما نمیتونید بچه دار بشید باید هر جور شده برید پیداش کنید و ازش مخیلا بودی به طلبید اینا آفیس هاراب رو ترک کردن اومدن بیرون و ما تو محبوط بودن که چه کسی رو اذیت کردن اینا همیشه با همه خوب هستن هر کسی هر کمکی از اینها بخواد انجام میدن هیچ وقت به کسی نه نمیگن ولی گفتن اگر ربه گفته ما باید بشینیم فکر کنیم فکر کردن فکر کردن تا اینکه اون مرد گفت فکر کنم من فهمیدم سالها پیش موقعی که من سیزه چارده سالم بود همه بچه ها رو بردن یه شب هتل بردنمون که گردش و میدونیم که حلا هست که آدم نباید بیشتر از دو متر صبح که بلند میشه از تخت خوابش تا جایی که آب هست را بره و خیلی عادت دارن که میان یه کاسه آب میذارن بغل اتاقشون بغل جایی که خوابیدن و صبح که بلند میشن همونجا تو اون کاسه نتیلا میگیرن یکی از همکلاسی های ما موقعی که همه تو اتاق خوابیده بودیم این رو برای خود شب آماده میکرد و هر صبح سریع چنین نتیلای رو انجام میداد و ما میخواستیم اذیتش کنیم چرا که ما اینقدر برامون مهم نبود راه میرفتیم میومدیم میرفتیم و میدیدیم که این انقدر سخت گیری داره روی این مسئله یک صبح من صبح زود بلند شدم قبل از اینکه این هم کلاسی بیدار بشه اومدم اون آب رو برداشتم و پنهانش کردم و همه بچه ها گفتم موقعی که این بلند شد نگاه کرد دید که اون کاسه آب نیست گفت خواهش ازتون میکنم کاسه آب منو کی برداشته خواهش میکنم من نمیتونم راه برم من باید اول نتیلا بگیرم و همه ما شروع کردیم به خندیدن گفتیم اینجاست اونجاست اذیتش میکردیم و این ناراحت شده بود به گریه افتاده بود و ما قش میخندیدیم تا اینکه یکی از بچه ها گفت گناه داره رفت و اون کاسه آب رو بهش داد موقع که نتیلا گرفت گفت این رو میخوام بدونید که اون کسی که چنین بلایی رو بر سر من آورده من هیچ وقت نه در این دنیا نه در اون دنیا میبخشمش مخلش نمیشم مخل نمی کنم مخلا نمی کنم خب ما اون موقع هنوز جوون بودیم بچه بودیم این رو به شوخی گرفتیم و متاسفانه من الان میبینم که چه اتفاقی در زندگی من افتاده به خاطر این هست باید برم پیداش کنم رفت در یشیوا شیوا در مدرسه ببینه که این آدرسش چی بوده سالها قبل با هر سختی بود دید که این هنوز تو بروکلین داره زندگی میکنه رفت در خونش در زد طرف اومد بیرون با اول پرسی کرد گفت من رو به خاطر داری؟ یه کم به خاطرش نمی اومد گفت تو کی هستی دقیقا؟ گفت من فلانی هستم خب الان ریش دارم نمیشناسی گفت یادت هست که چه اتفاقی افتاد برای ما گفت الان همه چیز یادم اومد و من بهت گفتم که من هیچ وقت تو رو نمی بخشم گفت ببین میخوام یک مسئله رو بهت بگم من سالها هست که ازدواج کردم و بچه دار نمیشم و به اعتمال زیاد بچه دار نشدن من به خاطر این هست که تو من رو مخیلا نکردی و از من در رنج هستی ازت خواهش میکنم گفت ببین تو اون روز آبروی من رو جلو همه بردی تو اون روز من رو شرمنده کردی من رو غصدار کردی و همه داشتن رو من میخندیدن حالا میخوای به سادگی بیام و تو رو ببخشم اون روزی که من نمیتونستم بدون نتیلا از تختم بیام پایین تو میدونستی چقدر این مسئله برای من مهمه و تو من رو اذیت کردی تو من رو ناراحت کردی حالا میخوای خیلی ساده و راحت من تو رو ببخشم نمیتونم دید هر کاری که میکنه حاضر نیست که ببخشه گفت ببین حقیقتش بخوای ما پیش هاراب لباویچ رفتیم من و خانومم گریه کردیم خواهش کردیم و اینا به ما گفته که تو رو پیدا کنیم اون فردی که ناراحتش کردیم و در حقیقت ما از طرف این اومدیم پیش تو طرف فکر کرد و گفت ببین حالا که اسم ایشون رو آوردی به خاطر زخوت ایشون به خاطر تورای ایشون چون خیلی قبولش دارم تو رو میبخشم ولی به شرط که هیچ وقت اذیت کسی نکنی قلب کسی رو نشکنی من به خاطر فقط وجود ایشون هست که تو رو میبخشم و ازش خواهش کرد که به شالم با قلب کامل بگه که من تو رو میبخشم و گفت و همون سال یک سال دقیقا از اون مسئله گذشت اینها بچه ای رو در بغل داشتن این از دوستان گرامی که اگر کسی در زندگی یه سوریم داره و این یه سوریم قطع نمیشه باید بشینه فکر کنه اندیشه کنه غور کنه ببینه که چرا داره این مسئله میاد آیا حرفی زده کاری کرده این پاراشای هفته هست که همیشه راه تشوار رو در دست داشته باشیم سرسختی نکنیم چون خصف شالوم کسانی که سرسخت هستن حشم باهاشون با سرسختی رفتار میکنه بلکه قلبمون رو بشکنیم تشوا کنیم خداوند همیشه دستاش باز است برای افرادی که میخوان به آغوش حشم برگردن شبات شلام بشم شما نسم نسلی اخ تراسی بالان موشم یعقوب دوستان عزیز شلام آخرین پاراشا در سفر بیقرا هستیم به خوق و تای با سخنان شیرین هاراف خیم به نتار آرا و رخیم حقادوش میدونیم که ما انگوش شمار داریم ربانیمی که این کلمه حقادوش به اسمشون اضافه شده و ایشون یکیش هستن و امیدواریم که ذخوت ایشون با ما باشه ما که تلمیدشون میشیم موقعی که درسشون رو یاد میگیریم همه ما و باید بدونیم که ایشون سالها که ازدواج کرده بودن وقت بچه دار نشدن و ماهایی که تورای ایشون رو میخونیم میتونیم مثل بچه های ایشون حساب بیایم و میدونیم که یک پدر چقدر برای فرزندانش حاضر فداکاری کنه و اگر ما هر یشوایی در زندگی میخوایم چقدر خوب هست که این پیروش مهم هرا و رخای مقادش رو بیشتر و بیشتر یاد بگیریم و انجام بدیم و زخوت ایشون مانند یک پدری که چقدر ایشون زخوت داشتن معجزات بزرگی که ایشون انجام دادن که میشه کتاب ها روش نوشته شده که ما میتونیم فیض ببریم از این زخوت و شفای ایشون خب پاسخ میفرماد این به خوقتای تلخو اگر در قانون های من بروید یعنی باهاش باشید همیشه میسفوت باهاتون باشه وید میسفوت تیتیش می رو میسفوت من رو نگهداری کنید و اسیتم سیتم اوتام. اونها رو انجام بدید اگر چنین کاری کنید طورت و قدوش هم به نتتی به ایتم من بارون رو در زمان خودش بهتون میدم به نات نا وولا زمین محصول خودش رو به خوبی میده به اس حساده ایتن پیریو همچنین درختان هم در فصل خودش در زمان خودش میوهشون رو به شما میدن پس اینجا توراته مقدوشا داره به ما میگه اگر ما براخا میخوایم در زندگیمون اگر شفا میخوایم اگر خوبی میخوایم در زندگیمون این شرطی هست شرطش این هست که ما قانون و قضاوت های حشم رو انجام بدیم قانون این هست که هر قانونی گذاشتن انجام بدیم بدون سوال بعدا میتونیم بریم بفهمیم ولی الان وظیفه ما انجام دادن هست ربوتای دوستان گرامی خیلی جالب هست که بدونیم روی این پاسخ اول فقط روی این به خوقتای تله خوبه اد میسوتای تیشمه رو و اسید و که خدمتتون گفتیم ایشون چهل و دو تا پیروش عرضه کردن و ارائه دادن به ما و خیلی جالبه که بدونیم این پیروش ها هر کدوم نشون میده که ایشون چقدر نابغه هستن در تمام اسپکت های تورا یعنی چه از نظر داراش چه از نظر قبالا چه از نظر پیروش هر کدومش علام پردس که ما داریم ایشون وارد هستن و تونستن پشت سر هم پیروش های مختلف رو این پاسخ اول به ما یاد بدن بنده حقیق تصمیم گرفتم تا اندازه که وقت اجازه بده پیروش های مختلفی که ایشون فقط روی این پاسخ گفتن رو خدمتتون عرضه کنم ایشون میفرمان که پیروش اول این هست که چرا گفته این به خوقتای تلخو قانون های من رو باهاش برید و بود بگه قانون های من رو انجام بدید ولی ایشون همونطور که راشی میفرماد منظور این است که را رفتن یعنی که مثل کسی که میخواد بدوه کسی که میخواد ورزش کنه یعنی داره به خودش سختی میده که بتونه به اون مرحله ای که میخواد اون وزنی که میخواد کم کنه این به خوقات های یعنی تیه عملین به تورا یعنی تورا یک چیزی نیست که آدم آسون دستیابی پیدا کنه اون کسی که دکتر شده چقدر سختی کشیده چقدر شبها بیخوابی کشیده آسون نیست اون کسی که رفته به درجات بالا رسیده از زندگیش گذاشته حالا کسی که رفته تورا رو یاد گرفته که انقدر تورای ما ژرف هست و چقدر مطالب هست و رفته یاد گرفته اینجا نشون میده که چی تیو عملین به تورا باید برای یادگیری تورا سختی کشید همونطور که راشیزال میفرماد و ایشون میان چی به ما یاد میدن اگر یک نفر میخواد درسش رو خوب یاد بگیره چه کار میکنه دوره میکنه یه بار دو بار سه بار بس که داره به هوش انسان چهار بار ده بار تا اینکه خوب تو مغزش بره برای که میخواد یه امتحان بده و فردای امتحان اگه ازش بپرسیم هیچی هم بلد نیست ایشون میفرمان تورا لحفدیل لفدالوت تورا که از همه چیز بالاتر است و تورا فرار هست آدم باید مرتب یاد بگیره یاد بگیره و خیلی چیز جالب ایشون میگن ما خیلی مواقع میشه که اگر یه داراش رو دو بار گوش میکنیم همه ناراحت میشیم میگیم دوباره همون حرفای تکراری همونی که میگن دوباره میگن ایشون دارن درس بزرگی رو به ما میدن میفرمان لسد شیش با میسوا یادگیری تو را است داری مز میبری افیل و دواریم شلامدام پامه شالوش اگر دوبار سه بار چندین بار خودت میشینی میخونی یا میری تو کنیسا یا هر داراشی که گوش میکنی و تکراری است اشکالی نداره چرا که هشم میخواد این در قلب تو حکاکی بشه چطوری میتونه در مغز آدم و در قلب آدم حکاکی بشه موقعی, آدم موقعی که آدم چندین بار گوش کنه و یادگیری کنه پس اینجاست که میفرماد خداوند کاری کرده که ما تورا رو زود فراموش کنیم چرا؟ به خاطر که میخواد ما دوره کنیم پس اگر هر جا میریم یا هر سیدی گوش میکنیم یا هر دورتورایی که گوش میکنیم به نظر تکراری میاد همیشه یه خیدوش در اون هست و حتما میسوای بزرگی که دوباره گوش کنیم که یاد بگیریم چرا که متاسفانه همه دوستان میدونن افراد میرن در شیور یک ساعت در کنیسا یا در هر جا شیور هست یک نفر بلند میشه یک ساعت یک داراش خیلی قشنگ میکنه خب خانم ها یا آقایون فرق نمیکنه میان خونه میگه واقعا نمیدونی چه داراشی بود عالی بود عالی بود چقدر حرفای قشنگی میزد موقعی که ازش میپرسن خب یه چکیدش رو برامون بگو میگه باورت نمیشه یادم نیست خیلی قشنگ بود ولی یادم نیست خب چه فایده داره دوستان گرامی یک ساعت رفتی اگه زود یادت میره خب یه کاغذ قلم ببر یاد داشت کن ولی این که آدم بره یک ساعت وقت تلف کنه و هیچ یاد نگیره و از در اون کنیسا که اومد بیرون همش یادش رفته این فایده نداره بلکه افرادی هستن که ما میبینیم سر کلاس چکار میکنن میان و یه ضبط صوت میذارن با خشم همه تلفن دارن تلفنشون رو رکورد میذارن برای اینکه دوباره گوش کنن یا افرادی هستن که نوت بر میدارن زنگ میزنن تلفن میکنن میگن صحبتی که شما کردید من رو این سوال دارم این طوری ما تورا رو یاد میگیریم دوستان نه اینکه فقط موقعی که داریم آشپزی میکنیم یا داریم کارهای خونه رو میکنیم جارو برقی روشن رو هست داریم دورتورا رو گوش میکنیم و میگیم خب بارو خشم گوش کردم چی آیدم شد چی یاد گرفتم اگه یاد نگرفتم یه بار دیگه اگه یاد نگرفتم یه بار دیگه تا اینکه خوب بفهمم منظور چی بوده این یکی از هست پیروش بعدی که ایشون میکنن چرا گفته حقوق قانونهای من منظورش چی هست میدونیم که ما دو تا میسوا داریم لیلمود و که هر روز قبل از قریت شما میخونیم آدم باید یاد بگیره که بتونه یاد بده هم میسوایی میکنه که یاد گرفته و باید بلد باشه یاد بده به یک نفر دیگه پس گفته حقوق قانونهای من رو جمع گفته که هر کس باید یاد بگیره یاد بده و بتونه انجام بده پیروش دیگه که ایشون میکنن چرا گفته این به قطعی تلخو چرا گفته در قانونهای من راه برید یعنی ایشون میفرماد هر جا که میری حتی در راه رفتنت همونطوری که تورات این مقدوش میفرماد اولخت و درخ موقعی که حتی تو راه داری میری باید تو را دستت باشه دوستان عزیز افرادی هستن که میرن مسافرت میخوان برن گردش میخوان برن تفریح خیلی هم خوب هشم پشت و پناهشون ولی موقعی که تو ماشین نشستیم یا تو هواپیما هستیم یا در اتوبوس کشتی هر جا که هستیم چرا یه دورتورا گوش نکنیم چقدر میخوایم آهنگای مختلف یه ساعت دو ساعت چهار ساعت فقط آهنگ باشه او اختخاب و درخیشون میفهماد این به خوبوتای تلخو حتی تو را که داری میری اگر دورتورای بلدی بگو برای افرادی که تو ماشین نشستن بگی یه داستان قشنگ براتون دارم که از فلانجا فهمیدم یه دورتورای خیلی قشنگ دارم که میخوام با شما در میون بذارم به وقتی یاد بده به این میشه اول احتخاب و درخ خوتای که انجام بدی و در قانونهای من راه بری یعنی همیشه باهات باشه پیروش بعدی که ایشون میکنن که چرا دوباره کلمه راه رفتن رو به کار برده برای انجام میسوت در تعلیم میفرما در تعلیم 119 پاسخ 59 داوید همالخ میفرما خیشفتی دراخای داوید همالخ میگه من حتی اگر میخواستم برم کارهای معمولی زندگی رو انجام بدم مثلا می گفتم امروز میخوام برم مغازه میخوام برم سر کار پاهای من انقدر علاقه داشتن به تورا که من رو میکشوندن و میبردن به بتمیدراش یعنی قلب من کجا میخواست؟ تورا میخواست قلب من جای میسوت میخواست حتی که من میخواستم برم جای دیم میخواستم برم خونه رفیقام بشینیم با هم حرف بزنیم گپ بزنیم خوشبش کنیم ولی قلب من به پاهام دستور میداد که چی؟ برو به طرف کنیسا پس اینجاست که میفرماد این به خو قطعی دوستان گرامی هیچ جا بهتر از کنیسا نیست و یشیوا نیست مخصوصا موقعی که آدم میخواد بشینه یه چیزی یاد بگیره آدم میدونه موقعی که تو خونه میشینه خب مرتب این بهش تلفن میکنه خانمش بهش میگه بلند شو این کار بکن بچه ها میان اذیت میکنن خیلی سخت هست که آدم در خونه بتونه بشینه و فراگیری تو را داشته باشه ولی موقعی که میره کنیسا موقعی که در جایی میره که ماکم تو را هست میتونه خیلی راحت بشینه با آسودگی خاطر بشینه و توراش رو یاد بگیره صحبت بعدی که ایشون میکنن به امرو اد میسوتای تیشمرو چرا گفته میسوای من رو نگهداری کنید چطوری آدم باید نگهداری کنه ایشون از گمارای شبات داف لامدالف میارن که ربی میگفته کسی که خدا ترسی نداره یعنی میتونه بشینه تورا به خونه میسوت رو بلده ولی خدا ترس نیست در عمل انجام نمیده فقط بلد هست مانند کسی هست که اتاق نداره و اومده در اتاق درست میکنه اول اتاقت رو درست کن بعد برو یه در براش بذار اول خونت رو آباد کن بعد براش یه در بذار تو اول باید خدا ترسی داشته باشی بعد بخوای تو رو انجام بدی اگر تو رو بلد هستی فراگیریش رو کردی بلدی چه بسا میبینیم دکترهایی هستن که با دست خودشون مریض رو میکشن به فکر خودشون دارن خوبی میکنن چرا که خدا ترس نیستن در هر کاری در زندگی ما خدا ترسی موقعی که میخوایم بین دو نفر دعوا بندازیم موقعی که میخوایم یه تلفن بزنیم یک نفر رو برنجونیم تمام اینها از اینه که ما خدا ترسی نداریم میگیم از کجا میفهمه نمیفهمه که من کردم نمیفهمه که من گفتم نمیفهمه که این بلا رو من بر سرش آوردم موقعی که آدم خدا ترسی داره اینجا درجه اولی هست که آدم باید تورا رو که میخواد یاد بگیره همراه و توأم باشه با خدا ترسی حراب میفرمان چرا گفته و اسیته متام خب آدم میسوت رو نگهداری میکنه که انجام بده چرا گفته و اسیته متام ایشون دوباره از گمارای قیدوشین صفحه 39 میارن که اگر آدم حتی بشینه میخواد یه گناه انجام بده و گناه انجام نده میسوا میبره بیاید مثال بزنیم اگر یک نفر میخواد بره دزدی کنه میخواد بره بانک رو بزنه نقشش رو داره کلیدش هم داره همه چیز رو داره بعد نره دزدی کنه آیا اگه بره پیش پادشاه کشور پیش رئیس جمهور کشور بگه بنده دیروز میخواستم برم بانک رو رازنی کنم ولی نکردم میشه به من یه مدال بدید مدال که بهش نمیدن زندانش هم میندازن میگن همون که فکرش داشتی میندازیمت زندان در دین ما اگر میخوای گناهی انجام بدی و خودت رو کنترل میکنی و انجام نمیدی هیچ کاری نمیکنی نه میسوا میکنی نه گناه این خودش عجر و موز داره البته بجز سه تا گناه کبیره که اون بجاز ولی تا لحظه ای که آدم گناه نکرده میخواد الان به رفیقش یه لاشناره بگه همون موقع دهانش رو میبنده میگه میخواستم یه چیزی بگم ولی پیش خودم فکر کردم این لاشنار است نه نمیگم همین که تونست خودش رو کنترل کنه و این لاشنار رو نگه با نگفتنش میسوا کرده و این درجه خیلی بزرگی است که داره به ما یاد میده که حتی با کاری انجام ندادن همین خودش میتونه میسوای بزرگی رو انجام بده پیروش دیگه که ایشون میفرمان و اسیتم یعنی اینکه ما همه دوست داریم که نصیحت کنیم به مردم هر کس داره یه نفر دیگه رو نصیحت میکنه شون میفرماد و اسیتم و اتام یعنی هر چیزی که یاد گرفتی برای خودته انجامش بده ما نه نیومدیم یک نفر دیگر رو درست کنیم بلکه اومدیم خودمون رو درست کنیم پس هر چیزی که یاد گرفتی اول برای خودت به اجرا بذار ببین انجامش که دادی میتونی بری یک نفر دیگر رو درست کنی ولی وعصیت اتام یعنی این خیلی دکترها هستن که مثلا به مریض میگن سیگار نکشی ها مشروبات الکلی نخوری برات خوب نیست ولی خود اون دکتر میبینیم که تو آفیس خودش نشسته به در سیگار میکشه و داره به بقیه میگه سیگار نکش پس میبینیم که تورای ما داره میگه این طوری نمیتونه باشه تو نمیتونه به یک نفر بگی چنین کاری آسور هست ولی خودت انجام بدی اول این است که ما و اسیته متام هر میسوا و هر حلاخایی که یاد میگیریم باید انجامش بدیم پیروش آخری که خدمتتون میگیم که نوزدهمینش هست در اینجا در گمارای سندرین میفهماد که هشم میاد به یروان به نوات که داستانش رو همه میدونیم ملت رو به بود پرستی کشید هشم میفرماد اگر برگردی و تشوا کنی این در اون دنیا داره بهش میگه و انی و حتی به بنیشن نتیل به گندن من و تو با داوید همه میایم و قدم میزنیم در گندن میبینیم که اگر کسی به یک درجه بالا برسه بیاید حساب کنیم که به یک نفر بگن تو پنج دقیقه میتونی با شاه کشور با رهبر کشور پنج دقیقه بشینی تو باغ قدم بزنید و هر چی دلت میخواد میتونی بگی افتخاری از این بالاتر هست لحبدیل لحب لفدالوت نمیشه اصلا مقایسه کرد آدم در گنیدن با قد شابری خو قدم بزنه کسی که تو اینجا این به خوق و تای تلخو هست که با میسوت هشم قدم میزنه هر قدم زندگیش با میسوت هست هشم میگه در اون دنیا هم با من تو قدم خواهی زد اما همونطور که خدمتون گفتیم چهل و دو تا پیروشیشون دادن که ما تا حدی که وقت اجازه میداد خدمتتون گفتیم جالب هستی بدونیم چرا ایشون چهل و دو تا گفتن فکر نکنیم که ایشون بیشتر بلد نبودن ایشون میتونستن هزاران پیروش دیگه بگن یا میتونستن چهل تا بگن چهل و دو اسم چهل و دو حرف قدشابیر خون میتونه باشه همونطور که تو آنها به چهل و دو تا اسم قدشابر خود تو اون در میاد میتونه اون باشه یا چهل و دو کوچگاه هایی که در پاراشای مسعه خوندیم که ما دوباره تو این گالوتی که هستیم از این بر به اون بر این آوارگی هایی که میریم این چهل و دو تا کوچگاه هایی است که به عزرت شم در پایانش هستیم خیلی جالب هست داستانی هست در مورد حراف و رخای مقدوش که این چهل و دو از کجا اومده ایشون عادت داشتند که هر روز جمعه می اومدن و یک گاو می کشتن برای اون افرادی که کلل هستند و در تلموت را هستند چرا که اینها قدرت خرید گوشت نداشتن در عرض هفته حتی برای شبات و ایشون می اومدن چنین کاری میکردن یک گاو رو می کشتن برای فقط افرادی که بنتورا هستن یک هفته بود که گوشت کم اومده بود تو شهر و یک ثروتمند که گوشت نداشت برای شب شبات اومد پیش ایشون در روز جمعه و گفت منم مقداری گوشت میخوام آراف و رخیم گفتن که مخیلا این فقط برای کلل ها هست اینا در تمام هفته چیزی ندارن بخورن و یک شب شبات من برای اینها گذاشتم که گوشت بخورن و اینها با هم بحثشون شد و این ثروتمند در آخر کار عصبانی شد دید که آرا و رحیم نمیخواد بشه و بی احترامی کرد به تلمیده خخامیم گو اینا کی هستن یه مش مفخور هستن کاری نمیکنن انگل جماعت هستن حرفایی زد که خیلی نادرست بود آرا و رحیم به خاطر اینکه نمیخواست دعوا را بندازه بهش چیزی نگفت ولی در شمعیم ناراحت شدن خیلی مهم دوستان افرادی هستند که به تلمیده خخامیم بی احترامی میکنن چه در جلوشون چه در پشتشون و اینها بدونن که گناهی از این بالاتر نیست و هارا و رخیم و به خاطر اینکه جواب ندادن و این درسی هست برای ما که اگر کسی میاد بی احترامی میکنه به تلمیده خخمیم حتی اگر ما موافق هستیم یا نیستیم نباید بذاریم که این حرفش رو تموم کنه باید از اونجا فرار کنیم بگی من نمیخوام گوش کنم به من هیچ مربوطی نیست که راو کنیساس این طوره اون به من اصلا مربوطی نیست اینجا را با رخیم دفاع نکردن و اونجا بود که ندای آسمانی اومد که ایشون میتونه علام رو از دست بده یا اینکه باید چندین سال دو سال اقلا بره در گالوت بدونه که کسی این رو بشناسه ایشون بر خودش قبول کرد و دو سال داشت تو گالوت بود از این شهر به اون شهر از این ده به اون ده تا یه بار در یک شهر کوچکی رسید در اونجا دنبال کسی میگشت که برای شب شبات اون رو مهمون کنه خب یکی از افراد خیر شهر این رو دعوت کرد شب شباد غذا خوردن گفت ما همیشه رست داریم که بعد از غذا میریم خونه راو شهر اونجا میشینیم و براخا میگیم و میوه میارن انواع برا خود گفته میشه و ایشون دور تو را برای ما میگن اینشون بلند شدن رفتن اونجا و اون راوی که نشسته بود موقعی که وقت صحبت شد چشمهاش رو بس نشاماش مانندی که رد در شمعی و برگشت گفت که پاراشای به هستیم دوستان گرامی و از هارا و رخاییم حقودش میخوام چهارده تا پیروش براتون بگم که ایشون نوشتن موقعی که این راوین این حرف را و زد هاراو و خیم قدش بلند شدن گفتن که خیم به نتار و همه ناراحت شدن اون راو گفت چطور بی احترامی میکنی و گستاخی میکنی ایشون هاراو ریبی خیم به نتار هستن دوباره گفت خیم به نتار خب مردم شلوغ تردن میخواستن رو از اونجا بندازن بیرون اون فردی که میزبان بود معذرت خواهی کرد گفت ببینید من برای میسوایشون را آوردم خلاصه مردم چیزی نگفتن فردا دوباره بعد از نهار رفتن خونه راو شر دوباره چشمهاش رو بست و شروع کرد راز و نیاز کردن و گفت ربوتای چهارده تا پیروش دیگه در این پاراشا هست که از هاراو ربی خیم به نتار میخوام براتون بگم دوباره هاراو و رخم مقادش بلند شد و گفت خیم به نتار. مردم گفتن ببین داری خیلی پر روی میکنی داری بی احترامی میکنی تو مهمون هستی ما احترامت رو داریم ولی داری پات رو از گلیم خودت دراز میکنی دوباره از شد سودا شلیشی خوردن دوباره راو اومد گفت چهارده تایی دیگه که در میشه سه تا چهارده تا چهل و دو تا پیروش هایی که گفتیم در روی پاسخ نوشته شده و دوباره هارا خیم قدوش بلند شد و گفت خیم به گفتن دیگه کافیه رفتن انداختنش توی اتاق گفتن باید تو اینجا بشینی تا ما شب یک شبات دینت میکنیم و تو رو در خیره میذاریم شب شبات شب یک شبات موقعی که هفتالا رو گفتن رد و برق اومد طوفان اومد بارون شدیدی میومد لرزه گرفته بود تمام افراد تا حالا چنین چیزی رو ندیده بودن و دوباره این راو نمیدونست چه کار کنه مردم بهش گفتن که راو شما با شمعیم رابطه دارید خواهش میکنیم ببینید چه خبر هست و در رویا که اومدن بهش گفتن که داری بی احترامی میکنی به هارا و رخای مقادوش انداختیتش در زندان برید هر چه زودتر رو در بیارید موقعی که هارا فهمید گفت این خود ربیه رخای مقادوش هست و بهش گفتن که چه اتفاقی افتاده این برخودش گالوت قبول کرده و گفتن میدونیم که در شش روز هفته افراد در گهینام هستن در اون دنیا شبات بهشون استراحت میدیم موقعی که هارا و رخای مقادش در دنیای خاکی میاد و هفدالا میگه تازه گهینام رو شروع میکنن یعنی تایشون تا هفدالا رو نگه گهینام درش باز نمیکنن حالا به خاطری که شما نذاشتید ایشون هفتالا بگه تمام اتفاقاتی که در گهینام میخواد بیفته داره در پایین میفته به خاطر همین جون همه شما در خطر هست رفتن ایشون را آوردن معذرت خواهی کردن و را برای خیمه گفتن که تقصیر شما نیست من بر خودم قبول کرده بودم که خاری و خفت بکشم به خاطر فردی که حرفی زد و اینجا متوجه شدیم که پیروش ایشون در شمایی مطالعه میشه و به این راه اطلاع دادن ز خودشون ماگن همه ما باشه که انشاءالله بتونیم در راه مقدس ایشون هر روز نزدیکتر به قدشابر خوب بشیم بارو خدنال رو لامن وامن